اگه کالیگرافی با قلم می و ماژیک رو بلدی ولی هنوز نمیتونی با قلمو کالیگرافی کنی، تو این ویدیو تا انتها با من همراه باش. سلام، من الهه میرافضل هستم و تو این ویدیو میخوام بهتون نحوه کالیگرافی با قلمو رو آموزش بدم. برای کالیگرافی با قلمو شما یا از قلم سرتخت استفاده میکنید یا از قلم سرکج. من در مورد قلموها قبلا براتون توضیح دادم. اگه هنوز ویدیوشو ندیدید این بالا لینکش رو براتون میذارم، میتونید برید و ببینید. استفاده از قلموی سرتخت یا سرکج هیچ ترجیحی به هم دیگه ندارن. یعنی اینکه شما انتخاب کنید از قلموی سرتخت استفاده کنید یا سرکج بستگی به خودتون داره که با کدوم یکی از این قلموها راحت تر هستید. من نحوه استفاده از هر دو نوع قلمو رو بهتون توضیح میدم. اینکه قلمویی که تهیه میکنید چه جنسی داشته باشه و موی سرش چجوری باشه رو من قبلا کامل توی ویدیوی وسایل مورد نیاز برای کالیگرافی مبتدی و پیشرفته آموزش دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم. اگه ندیدید میتونید برید و ببینید. اما در مورد نحوه استفاده از قلموی سرتخت میخوام بهتون توضیح بدم. شما وقتی از قلموی سرتخت استفاده می کنید، باید قلمو رو دقیقاً با زاویه 90 درجه روی کاغذ یا بومتون قرار بدید. اگه زاویه قلموتون یه مقدار تغییر بکنه، نوشتارتون تو کالیگرافی کاملاً تغییر می کنه. پس باید حتماً حواستون باشه که همیشه زاویه قلموتون با صفحتون 90 درجه باشه. و این زاویه تو بداهه نویسی و کالیگرافی هیچ فرقی نمی کنه. یعنی شما چه بداهه نویسی انجام بدید، چه کالیگرافی انجام بدید، زاویه قلموتون باید 90 درجه باشه. وقتی دارید با قلمو کالیگرافی انجام میدید، خیلی قلمو رو سفت و محکم نگیرید. جوری قلمو رو بگیرید که حالت آزاد و رها داشته باشه. پس وقتی میتونید از قلمو استفاده کنید که تمام تکنیک های مربوط به کالیگرافی رو به صورت کامل بلد باشید. من تمام این نکات و تکنیک ها رو قبلا تو آموزش های مختلف بهتون یاد دادم. لینک پلیلیستش رو این بالا براتون میذارم. اگه ندیدید و هنوز کالیگرافی مبتدی رو بلد نیستید، اول اون آموزش ها رو ببینید، بعد بیاید سراغ این آموزش. برای رعایت کردن این نکته شما نیاز دارید که تمرین و تکرار زیادی رو با استفاده از قلمو انجام بدید تا دستتون کاملا را بیفته. ممکنه در ابتدای کالیگرافی با استفاده از قلمو شما خیلی خوب نتونید کالیگرافی انجام بدید و این نکته دل سردتون کنه، ولی یادتون باشه که اگه شما قواعد و قوانین مربوط به کالیگرافی رو به خوبی بلد باشید، حتما میتونید کالیگرافی با قلمو رو هم انجام بدید. تو کالیگرافی با قلمو چون زاویه قلم و فشار دست روی قلم خیلی مهمه و نکاتیه که اگه شما بتونید رعایت کنید میتونید کالیگرافی خیلی خوبی انجام بدید، من سعی کردم زاویه دوربین رو از پایین و از نمای نزدیک بهتون نشون بدم تا شما بتونید به خوبی زاویه دست من رو ببینید. من با استفاده از این قلمو براتون چند مدل کالیگرافی و بداهه نویسی رو انجام میدم و میرم سراغ قلموی سرکج. شما برای استفاده از قلموی سرکج باید این نکته رو رعایت کنید که قلموی سرکج رو نمیتونید با زاویه دقیقا 90 درجه روی کاغذ یا بومتون قرار بدید، چون در این حالت فقط نوک قلمو روی کاغذ یا بومتون قرار میگیره. پس باید دستتون رو به حالتی قرار بدید که دقیقا زاویه قلموتون مماس با کاغذتون قرار بگیره. این زاویه دستتون باید جوری باشه که تمام موهای سر قلمو با حالت یکسان و یک نواخت روی کاغذ یا بومتون قرار بگیره. یعنی جوری نباشه که سر قلمو بیشتر باشه و انتهای قلمو به سمت بالا بیاد، یا جوری باشه که انتهای قلمو کاملا روی کاغذتون نشسته باشه و سر قلمو یه مقدار بالاتر بیاد. بعضی از افراد چون میگن باید این قوانین و قواعد رو رعایت کنن و قلموی سرتخت رو با قاعده خاصی روی کاغذ قرار بدن، واسه همین استفاده از قلموی سرتخت رو مناسب تر میدونن برای این کار، ولی بازم بستگی به خودتون داره که تو استفاده از کدوم یکی از این قلموها راحت تر هستید. اگه تا اینجا از آموزش خوشتون اومد و براتون مفید بود، لایک رو بزنید تا بریم سراغ دایره نویسی با قلمو.
حالا من با استفاده از قلموی سرتخت شماره 8 پارس آرت سری 2113 برای شما تو فرم دایره بداهه نویسی انجام میدم. در نهایت استفاده از قلموها برای کالیگرافی و بداهه نویسی نیاز به تمرین و تکرار زیادی داره. تو هم بتونید راحت قلمو رو دستتون بگیرید و هم بتونید قواعد مربوط به کالیگرافی و بداهه نویسی رو رعایت کنید. نکته خیلی مهمی که در مورد استفاده از قلموها تو کالیگرافی باید رعایت کنید اینه که باید فشار دستتون روی قلمو یک نواخت و متعادل باشه. یعنی جوری نباشه که قلمو رو به حدی روی بوم یا کاغذ فشار بدید که موهای سر قلمو از هم باز بشه و یا حالتی نباشه که انقدر فشار دستتون کم باشه که نتونید رنگ و مرکب رو از روی قلموتون به صفحتون انتقال بدید. تو این بداهه نویسی که انجام میدم به حرکت قلم، فشار دستم و زاویه دستم خوب توجه کنید. من برای این بداهه نویسی 3 تا حرف ه در وسط دایره با زاویه های مختلف می نویسم و می خوام انتهای حرف ه که می نویسم از دایره بیرون بزنه، ولی سعی می کنم این بیرون زدگی از دایره به یک اندازه باشه. بعد با حرف ها و فرم های مختلف بداهه نویسی بین این ه هایی رو که نوشتم پر می کنم، ولی فرم دایره ای رو که در نظر گرفتم از بین نمی برم و از مرزها و خطها بیرون نمیزنم. همونطوری که میدونید قسمتهایی رو هم که نمیتونیم با حروف پر کنیم با اشکال زینتی که قبلا بهتون آموزش دادم و نقطه پر میکنیم. کالیگرافی با قلمو چون زاویه قلم و فشار دست روی قلم خیلی مهمه و نکاتیه که اگه شما بتونید رعایت کنید میتونید کالیگرافی خیلی خوبی انجام بدید، من سعی کردم زاویه دوربین رو از پایین و از نمای نزدیک بهتون نشون بدم تا شما بتونید به خوبی زاویه دست من رو ببینید. اگه از این آموزش خوشتون اومد و براتون مفید بود این آموزش رو لایک کنید و اونو برای بقیه دوستای هنرمندتون بفرستید. اگه منو تا حالا سابسکرایب نکردید بهتون پیشنهاد میکنم منو سابسکرایب کنید، چون آموزش های رایگان نقاشی و کالیگرافی زیادی براتون در نظر گرفتم و اگه میخواید این آموزش های رایگان رو از دست ندید حتما اون زنگوله کنارش رو بزنید و اون رو در حالت آل قرار بدید تا به محض اینکه ویدیوها رو میذارم یوتیوب به شما اطلاع بده.